نگفتن که ببینید بعد از 3 سال اول پرداخت یارانه های نقدی در سال 91 از مردم پرسیدن که شما آیا موافق این ادامه یارانه ها هستید؟ خیلی ها گفتن ما حاضر هستیم یارانه هامون رو پس بدیم، قیمت ها برگرده به عقب. این همون حرفه، خیلی از مردم همینو دارن میگن. مردم به سفرهشون نگاه میکنن. تمام نکاتی هم که جناب علی خوندید از قول مردم همه در تایید عرایض بنده است. اتفاقا هیچ کدومشون این که میگن حذف کنید، میگن حذف کنید قیمتا رو هم کاهش بدید. ولی آقای دکتر من ببخشید، آقای رئیس جمهور گفتن که ما 2 تا خط قرمز داریم برای دولت. یکی این هستش که قیمت ها افزایش پیدا نکنه، دوم این استش که ارزش پول ملی تضعیف نشه. شما وقتی که قیمت ارز 4200 رو بردارید، بنده اصلا با کی گفته 4200 تومن؟ من میگم 1000 تومن. کی گفته که 1000 تومن نه؟ میتونه کمتر باشه. اگر شما این رو هدف گذاری کنید برای اینکه گروه مخاطبتون کیه، گروه مخاطب بنده مردم و توده های مردم هستن، طبقات متوسط و پایین هستن. اینا بایستی که بتونن زندگی کنن. چرا الان این امواج گسترده مهاجرت از کشور وجود داره؟ چرا این تقاضا وجود داره و بین جوونا وجود داره؟ برای خاطر اینکه زندگی براشون تو کشور، ما سرزمین خودشون رو براشون غیر قابل سکونت کردیم با این قیمت گذاری ها، با اینکه براشون شغل وجود نداره، برای اینکه این پولایی که بایستی که صرف سرمایه گذاری در داخل میشد رفته خودروی لوکس وارد کرده. بله؟ و بعد کی این کارو کرده؟ نه فکر نکنید آدمای عجیب غریبن، همین هایی که تو حکومت هم این کارو کردن. بله؟ بنابراین عرض بنده خیلی روشنه، خیلی خیلی روشنه. و مادامی که آقای رئیسی و دولت، حالا هر دولتی میخواد باشه، این مانع بزرگ تولید رو در کشور بر نداره، اینا اجازه نمیدن که شما تولید را بندازید. بخش قابل توجهی از این اقدامات برای این است که تولید در ایران پا نگیره. عزیزم باید که این سیستم عرض کنیم که اقتصاد غارتی این امکان رو فراهم بکنه که آقایون پول رو از کشور خارج کنن، بعدم میگن آزادی اقتصادی. آزادی اقتصادی، ما شدیداً موافق آزادی اقتصادی هستیم، ولی آزادی برای کسانی که گرسنه نباشند، برای کسانی که بتوانند توی خیابون نخوابند. اینا آزادی ایناست. اینا باید بتوانند آزاد باشند که گرسنه نباشند، باید بتوانند آزاد باشند که یه شغل مناسب فارغ التحصیل دانشگاه ما داشته باشه. نمی‌شود که فقط یه عده‌ای اجازه داشته باشن هر کاری که توی مملکت